یه چیزی دیگه بگم، من متاسفانه دیروز یه جلسه کنسوم شد بودش که شده به من بعد اسلاید هم یه رفت همینه این که در درد بشتید دو تا اسلاید هم نیست و همین ببخشید. خب اولا وضع اقتصادیمون خیلی خرابه و یه روزی نمیخواد دیگه اولا که قیمت دلار داره همچی میده و این سراغ اقتصادی بعدی وضع اقتصادی ما خیلی خرابه و ما نمیدونیم مؤثر چیه. یکی میگه که رئیس جمهور فعلی تیمش خراب بوده، یکی میگه تیم اقتصادی از اونو قبلی خراب بوده و بلند بلند صدا کم. بعد حالا چی کار باید بکنیم؟ راه حل زیادی مردم دارن میدن، ولی من اول با آقای جوزف استیگلیتز شروع میکنم. این آدم یک نابغه عجیب و غریبیه، شاید نابغه اقتصادیه. این خیلی سمت ها چیز داشته، مثلا یکی از کوچیکاش نوبل 2001 بوده، بعد چیف اکونومیست بانک جهانی بوده، بعد مشاور ارشد آقای کلینتون بوده در زمان این خیلی اقتصادی آمریکا رشد خیلی خوبی کرد و خیلی اتفاقای دیگه، بالای 200,000 تا سایتیشن داره و این چیزا. این یه تعدادی از کتاب‌هاش، یعنی شما وبسایت این آدم برید، وبسایت‌های دیگه معمولا میگن مای نیو پابلیکیشن، این میگه مای نیو بوک و بعضی از کتاب‌هاش بالای 1,000,000 در آمریکا فروش رفته. این آدم یه کتاب داره به نام این کتابش رو من علاقه دارم، استابیلیتی میکرو، ثبات و رشد. این که این کتاب البته با چند نفر دیگه نوشته، این کتاب اومدن تجربه های کشورهای جهان سوم رو بیشتر کردن که اینا به جهان سوم نشستن و یه سری اقتصاددان ارشد تو صندوق بین‌المللی پول به این کشورهای جهان سوم مشورت دادن و تاریخش رو نگاه کنید به جز مورد شیلی بقیه موارد اینا بیچاره شدن. و این آدم مطرح میکنه که چرا ما اقتصادانه ارشدمون اومدن یه پیشنهاد به جهان سوم دادن، اقتصاد خوبی هم بودن ولی اینا بیچاره شدن. یکی کتاب اینه که آقا اقتصاد جهان سوم یه تفاوت ماهوی با جهان اول داره و صرفا فرمولایی که در جهان اول ممکنه خوب باشه دلیلی نداره در جهان سوم خوب باشه و یه اقتصاد کلان با جهان سوم در جهان سوم و جهان اول فرق داره. این آدم البته یه چمی اگر پدران معنوی اقتصاد پیچیدگی هست آقای استیپلز، البته جایز نوبلش بر چیز دیگه گرفت. ولی که حالا اینا بحث این که چی مقصره، الان بعضی میگن این پیجنستان آقای طیب نیا ناجی اقتصاد ما شد، در صورتی که آقای طیب نیا مقصر اصلی نقدینگی کشور، یعنی متأسفانه در کشور سیگنال ها بسیار برعکس داده میشه. خب ما یه مرور خیلی کوتاهی بر تاریخ اقتصاد میکنم. ببینید اقتصاد مدرن، یعنی حالا نمیدونم افلاطون یا جسی آدم نیست که قدیم ها آدم هایی هم بیدن که روی اقتصاد نفرده هم، ولی علم اقتصاد با کتاب ویلس آف نیشن آدم اسمیت به وجود اومد، به نامی متولد شد و این اولین باری بود که یک کار علمی و سیستماتیک روی اقتصاد انجام داد. آقای آدم اسمیت شالوده اقتصاد کلاسیک رو بنیان گذاشت. اقتصاد کلاسیک میگه چی؟ اقتصاد کلاسیک میگه این نمود، این قیمت، این تعداد، تعداد قیمت، تعداد این سوپلای عرضه. خب میگه که هر چقدر قیمت بره بالا تعداد تولید بیشتر میشه. معلومه اگه من آجر پز باشم بعد هر چقدر آجر گرونتر بشه بیشتر ذوق میکنم آجر درست. پس نمودار تولید اینجوریه، نمودار سوپلای، نمودار تقاضا برعکس، هر چقدر قیمت بره بالا تقاضا کم میشه، هر چقدر آجر نمیدونم سیب گرون بشه من کمتر میخوام. محل تقاطع این دوتا میشه تعادل اقتصاد، تعادل قیمت. نگاه کنید، فرض کنید این نمودار چیزه، نمودار عرضه، این تقاضا، قیمت بیاد پایین. قیمت اگه بیاد پایین چی میشه؟ از این ور تا
تولید کننده ها قیمتی بیاد تو این دیگه خیلی علاقه ندارن تولید کنن، تولیدشون رو کم میکنن چون قیمت پایین میاد. از اون ارزون شده، متقاضی جنس زیاد میشه تو بازار، تولید کم میشه، متقاضی زیاد میشه، دوره قیمت میره بالا میرسه. این نقطه، این نقطه تعادلی. آقای پس آقای اسمی میگه که اوکی شما دست به هیچی نذارید، اگر دولت دست به هیچی نذاره دست های پنهان invisible hands، این لغت خیلی معروفیه در اقتصاد، یه invisible hand اقتصاد رو میبرن به نقطه تعادلی و همه خوشحال خواهند بود. خب نظریات آقای اسمیت بعدا با جان استوارد میل و یه سری آدم های دیگه تقویت شد و اقتصاد کلاسیک بنیان گذاشته شد و همه معتقد بودن دولت ها بهتر در اقتصاد دخالت نکنن و اقتصاد اگر دولت ها دخالت نکنن میره به تعادل. بعد از اون یه دفعه همه خوشحال بودن که سقوط The Great Depression، رکود کبیر دهه سی رخ داد. البته دهه سی نمیگه، اینو من یک بجایی Depression تو انگلیسی میشه، حالا تو فارسی ما گفتیم رکود، Recession هم گفتیم رکود، ولی در واقع Depression خیلی عمیق‌تر از Recessionه. به خاطر ما برای دهه سی توی ادبیات میگن The Great Depression، این رکود 2008 میگن The Great Recession، بس چون توی فارسی جفتش میگن رکود، الان میگه مجبورا بگن رکود کبیر دهه سی، یعنی رکود کبیر دهه سی نمیگن. خلاصه همه خوشحال بودن که این مشکلات دهه سی رخ داد و اقتصاد جهان در رکود رفت و همه بیچاره شدن و صفهای طولانی کار آمریکا و اروپا رو فرا گرفت و بقیه جهان و انواع مشکلات وجود داشت و اینم که تصویر سمبولی که اون رکود دهه سیه و این خانم 32 سالشه و چهرش به بس سختی بشه. خب رکود دهه سی باعث شد که دو اتفاق بیفته. اتفاق اول این ظهور یه نابغه بود به نام آقای کینز. آقای کینز مدعی شد که کتاب جنرال تیوری نوشت و گفتش که دست های پنهان درست ولی انسان ها روح حیوانی دارند، animal spirit، انسان ها روح حیوانی دارند و در رکود می ترسند، یعنی بازار خراب میشه، بازار مسکن، حالا من می ترسم که نکنه بیچاره بشم، وام نمی گیرم مسکن بخرم، بعد که وام نمی گیرم مسکن بخرم خب مسکن ها میمونه، بعد مسکن کمتری ساخته میشه، حالا که مسکن کمتر ساخته میشه اون بنا بیکاره، نمیاد از من مثلا میوه کمتر بخره، بعد من نمیرم. خلاصه اگر همه خریدشون رو بیارم پایین اقتصاد هی رکودش سنگین تر میشه. آقای کینز گفت اینجوریه و شالوده یک جهش در اقتصاد وجود اومد که بهش میگن اقتصاد کلان، ماکرو اکونومی. کینز میگه چی؟ کینز میگه آقا این نمودار، این اینکام درآمد، این کانسامشن رو میشه مصرف، میگه که شما هر چقدر درآمدتون زیاد بشه این مصرفتون زیاد بشه که طبیعتا میگه. بعد کینز میگه آقا در رکود در کشور چیز میشه، مردم، کل مردم کشور میترسن، مصرفشون رو میارن پایین، چون که یه اتفاق میفته مثلا در 2008 لمن برادرز سقوط میکنه، 4 تا کمپانی سقوط میکنه، یه بحرانه، ولی بعد از اون در طی یک سال میبینید همینجوری بیکاری زیاد و زیادتر میشه. میگه که این ترس انسان هاست. بعد میگه خب اوکی ما این تابع مصرف کشور، حالا این چیزی که مردم دوست دارن مصرف کنن، این آبیه کل کشور، ببینید به مبلغ مختصات نمیخوره، چون که اگه حتی درآمد صفر باشه شما یه مصرفی میکنید دیگه، شما درآمدت هم صفر باشه بالاخره 8% مردم اینا دزدی میکنن، که هرچه بمیرن 2% هم ممکنه تا مردن هم هیچ کاری نکنه. خلاصه بعد یه چیزی بخورید، شما بری زیر قرض، زیر هرچی، حتی درآمد کم میشه شما یه مصرفی میکنید. خب دیگه این چیزی که شما دوست داری مصرف کنی، ولی در کل کشور شما در برای هر آدم میتونه قرض بگیره، کل کشور یکی قرض بده که قرض میگیره، این درآمد کل کشوره، نمیشه از این قرمز بیشتر مصرف کرد. نقطه برخورد این دوتا میشه تولید ناخالص ملی کشور. کینز میگه اوکی ما در رکود
دو حالا که مردم میترسن مصرف کنن خریدشون رو میارن پایین، دولت بیاد از بازار خرید کنه اوضاع خوب بشه. یعنی مثلا الان بازار مسکن تهران ایران خوابیده، کارگرای مسکن بیکارن، کارخونه سیمان خوابیدن. او چه توی این شرایط دولت بره شروع کنه سفارش بده، پل بسازه، بیمارستان بسازه؟ دولت که از آینده نمیترسه که، دولت که از ورشکست بشه. دولت بیاد سفارش بده، کلی سفارش بده، با شرکت هایی که تو بخش مسکنن به جریان بیافتن، بعد اونا به جریان بیافتن کارگرهاشون میرن میوه میخرن، میوه فروشه خوشحال میشه، بعد اون میره نمیدونم ماشین میخره الاخر. میگه که اوکی، دولت باید بیاد این دلتاجی بوده، دولت بیاد در رکود از بخش خصوصی خرید کنه تا اوضاع خوب بشه. اینجوری دولت میتونه از رکود کشور در بیاد. توی آمریکا آقای روزولت احترام گذاشت به نظر چینز و یه برنامه بنای نیو دیل اجرا کرد. توی نیو دیل شروع کرد یه سری سفارش و بخش خصوصی بشه بده، یه خود خدمات اجتماعی افزایش بده و ضمناً بانک ها را که یکی از دلایل اصلی رکود کبیر بودن و قوانینشون رو سفت کنه. و ولی خیلی برنامه آقای رود در آنوزوان به اعتقاد خیلی از اقتصاددان ها اوضاع اقتصادی آمریکا بهتر کرد، به همین دلیل هم بود که سه بار دیگه رأی برد اون رئیس جمهور، ولی از رکود نتونست کامل خارج بود. توی آلمان آقای هیتلر خیلی بیشتر سیاست های انبساطی بیم یا سیاست های انبساطی که شما اقتصاد منبسط میکنید یا سیاست های تحریکی هم میکنید اقتصاد تحریک کنید. توی آلمان هیتلر اومد شبکه بزرگای آلمان آتوباه با اتوبان فارسی ما از آتوباهن آلمان اومد، شبکه بزرگای آلمان را راه اندازه کرد، خدمات اجتماعی گسترش داد و اینجوری تونست اوضاع اقتصادی بهتر کنه. ولی بعد که ماشین جنگی آلمان خواست را به نظر بخش خصوصی کل سفارش شد، اقتصاد آلمان به طور کامل از رکود خارج شد و این نشون میداد حرف کینز ظاهرا درست بود. بعد توی آمریکا سیاست روزولت کم بود ولی توی آلمان سیاست هیتلر بزرگ بود. بعد که آلمان جنگ شروع کرد، آمریکا مجبور شد سفارش دو بخش خصوصی داره تجهیزات جنگی و سفارش زیادی داد، انبساطی تحریک کرد، دفعه اقتصاد رکود خارج شد. پس این هم یه نشان دیگری خط قلم داشت برای اینکه کینز داره درست میگه. و بعد جنگ خب تموم شد، بعد از جنگ آمریکایی‌ها در اقتصاد بسیار خوب دو سه دهه زندگی کرد. بعد از جنگ دوران طلایی اقتصاد کینزی بود، یعنی همه سیاستمدارا، سیاست‌گذارای اقتصادی، بانک‌های مرکزی و اینها مدل های طبق پیشنهادهای کینز عمل میکرده. دهه 50 و 60 و 70 میلادی دهه قدرت کینز در سیاست گذاری بود، برخلاف حرفایی که تو اقتصاد ایران میزنه. خب در دهه 60 یک آقایی به نام فلیپس اومد یک نموداری کشید. این نموده، این طرف کدومش تورم، این طرف بیکاریه، این بر تورمه. دید یه رابطه منفی، کوریلیشن منفی بین بیکاری و تورم هست. هر وقت بیکاری زیاده تورم کمه، هر وقت بیکاری کمه اوضاع خیلی خوبه تورم زیاده. و گفت اوکی، من در نمیدونم 40 سال گذشته در انگلستان این رابطه رو دیدم. توی آمریکا بعضی از این اقتصاددارا مثل سولو و ساموئلسون و یه عده دیگه گفتن خب چقدر خوب، پس کینز هم درست میگفت، ما در اوضاع اقتصادی خراب نه تنها سیاست های انبساطی فیسکال بشینیم، سیاست های انبساطی مالی به کار ببریم و اقتصاد رو تحریک کنیم، سیاست های انبساطی پولی هم به کار ببریم. آقای فریدمن، اینم یکی از معابق اقتصادی بود، آقای فریدمن گفت نخیر، شما اگر بیاید بانک مرکزی هر وقتی میخواد بیکاری رو کم کنه پول چاپ کنه، کم کم مردم میفهمن و اثر تورمی میره، یعنی شما پول چاپ میکنه تورم ایجاد میشه ولی بیکاری کم نمیشه. دهه 70 میلادی همزمان شد با چیز اوپک، این قضایای مربوط به تشکیل اوپک و بعدش هم انقلاب ایران، اینا دو تا بحران نفتی به وجود آوردن. و دهه 70 میلادی آمریکایی‌ها هم رکود داشتن و هم سیاست انبساطیشون اصلا پولیشون موفق نشده مثلا در رکود خارج کنه. در دهه 70 هم
بیکاری در آمریکا زیاد بود، اما آمریکا یه تورم 10% تجربه کردن. گفتم خب پس پیشبینی فریدمن این بار درست در اومد. این شد که دوره طلایی اقتصاددانان کلاسیک بازگشت که دولت خیلی در اقتصاد دخالت نکنه. در انگلستان خانم مارگارت تاچر اومد گفتش که من میخوام سیاست‌های فریدمنی اقتصاد شیکاگو رو پیاده کنم. در آمریکا رونالد ریگان این کارو کرد. البته قصه فریدمن خیلی بیشتره. این دولت دست بخش خصوصی خیلی باز بذاره و یه سری قصه پشتشه، یعنی کمپانی‌های بزرگ و افراد پولدار به شدت حمایت می‌کنن از اقتصاد فریدمنی. این شد که آقای آلن گرین پول ورکر اومد رئیس بانک مرکزی آمریکا شد و سیاست‌های انقباضی پیاده کرد و سعی کرد تورم آمریکا رو کم کنه. خب در این بین در طی این چند دهه کلی اتفاق افتاد، یعنی جنگ بین دو تا مکتب کینز و فریدمن، نیو کلاسیک و کینز، این جنگ کلاسیک و کینز، این جنگ وجود داشت. انواع اتفاق افتاد، نظریه بازی ها، این آقای جان نشه بهش نوبل بدن، یه جنگی بود. برای اینکه کینز یا حرفشون اینه، ببینید در ایران خیلی بد توصیف کنن، یه جور میگن انگار اقتصاد کینزی یعنی اقتصاد دولتی. کینز میگه باید اقتصاد بخش آزاد داشته، بخش خصوصی به چرخونه کشه، ولی در رکود دولت باید خلای بخش سفارش بخش خصوصی جبران کنه. یعنی اقتصاد دهه 60 و 70 و 50 آمریکا اقتصاد کینزیه. اگر شما اقتصاد دهه 70 آمریکا 60 آمریکا اقتصاد خود دولتی میدونید، خب پس دولتی، ولی اقتصاد کینزی کاملا اقتصاد بخش خصوصیه. یعنی هر دو مکتب معتقدن بخش خصوصی باید بسیار قوی باشه. فقط کینز میگه که در مواقع رکود دولت سیاست انبساطی داشته باشه، فریدمن میگه کلا ولش کن. و جنگ نظریه بازی ها پیش اومد، انواع اتفاقا. بعد این آدم اومد، خب اون که فرنای من بود نابغه بزرگی بود، نظر بازی بود یه بودش، این دو نفر نابغه بزرگ یعنی استبلیز، اینا مارکت تیلر رو درست کردن، گفتن که وای قضای ریاضی اینا نشون دادن که حالا اقتصاد در نقطه تعادل نخواهد رفت، برای اینکه شما نظر بازی ها کار نمیکنه. نظر بازی ها فرض میکنه من میدونم شماها چجوری معامله میکنید، ولی ما در مورد جامعه اطلاعات نداریم، دقیقاً هر کس اینفورمیشن کامل نیست، فلان کمپانی داره ورشکست میشه ما نمیدونیم. این آقای هربرت سایمون هم اینه، یه نابغه بسیار عجیب و غریب، کل نظریه تو سیاست و اقتصاد و این اومد باندل رشنالیتی رو مطرح کرد، گفتش که انسان ها اصلا از نظر عقلانیت خیلی هم کاملا عقلانیت نمیتون به خرج بدن. کلی بعدش اقتصاددان های رفتاری مادر نشون دادن حرفش درسته. بعد گفت حتی اگر کاملا هم عقلانی باشن محاسبه نمیتونم بکنه. من توی ایران 80 میلیون آدم هم چجوری میتونم نقطه تعادل با گیم تیوری بگم استراتژی چیه؟ این حرفا اصلا منطقی نیستن. در دنیای واقعی هیچکی وقت نداره ببینه که چجوری مردم رفتار میکنن حالا دقیق نقطه تعادل پیدا کنن. اینا هم جفتشون نوبل گرفتن. بعد از اون آقای آلن گرینسپن اومد رئیس بانک مرکزی آمریکا شد و این آدم همراه با ادمنستریشن آقای بوش، یه خورده آقای کلینتون مقصر بود، یه خورده آقای بوش و از ریگان شروع شد. ریگان بوش پدر، کلینتون هم حتی آقای کلینتون هم حتی اتفاقاتی افتاد. اینا شروع کردن طبق پیشنهاد آقای فریدمن هی نظارت دولت رو بر بخش خصوصی کمتر و کمتر کنن و از جمله نظارت بر بانک ها رو برداشتن. برداشتن نظارت بر بانک ها بسیار کار خراب کرد. بانک ها شروع کردن همینجوری بیگدار وام بدن، نقدینگی تولید کردن، هم اتفاقی در کشور ما میفته. یعنی الان در بانک های ایران به شدت بیگدار وام زدن و دارن نقدینگی تولید میکنن. چی شد؟ این شد که زمان آقای بوش اقتصاد آمریکا دوباره در بحران بزرگی فرو رفت، بحرانی که ما مشابهش تا دهه 30 نداشتیم. به این دوباره میگن the great recession، یعنی این رکود 2008 فقط با The Great Depression از اون ضعیف‌تر داره، فقط با اون قابل مقایسه است. و خب من زمان حمله آمریکا به عراق آمریکا بودم و خیلی مردم این آقای بوش رو مسخره می‌کردن. بوش بسیار حتی کتاب داشتن تو چاپ شده بود به نام
عنوانش بود they misunderestimated us، یعنی اصلا ما لغتی به نام misunderestimate نداریم. تایتل کتاب کرده، کتاب جملاتی بود که از اصلا ادبی استرو در آقای گوش به کار برده. خیلی آدم رئیس خانوادتا نمال پول قلاب نفتی بیرنم و مثل کلینتون و اینا تحصیلات خیلی عالیه نداره میشه. خلاصه این دعوا بود و این از خلاصه بوش یک اقتصاد برشکسته تحویل جهان داره و حباب مسکن درست شد به خاطر این کارهای آقای الگری نسبت و سیاست‌های اقتصادی و برخلاف، یعنی دقیقاً زمانی که کاملا همه چیز آزاد شد در خلاف تمام ادعای فریدمن اقتصاد پوکید، اصلا حباب مسکن ترکی بسیاری یا بیچاره شدن و نوبت دوباره کینزیه شد. آقای اوباما و اینکه رئیس بانک مرکزی بن برنکی اینم آقای کینزیه، این دوتا اومدن و یک اقتصاد ورشکسته تحویل گرفتن و شروع کردن دوباره کینزی عمل کردن. به این میگن کینز ریسرجنس، بازگشت کینزی، هرچی بازگشت کینزی. آقای اوباما اومد سیاست های انبساطی پیاده کنه و آمریکا توی دو تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دیگر ارگان های آمریکایی به جهان سوم همش بگفت آقا در رکود و مکود اینا نداره، شما همیشه اقتصادتون کین فریدمنی باید عمل کنید. وقتی خود آمریکا در بحران رفت، آقای اوباما یک لایحه نجات اقتصادی عرضه کنگره. توی این لایحه گفتش که آقا به اومد میخواست لایحه رو ببره کینزی عمل کنه، یعنی یک لایحه 900 میلیارد دلاری تحریکی ببره کنگره. در اومد گفت الان همه اقتصاددانا میدونن که باید ما تحریک کنیم اقتصاد. این نامه ای توی نیویورک تایمز چاپ شد و فاینانشال تایمز، لیست اقتصاددان از جمله این ستا نوبلیست یه نامه نوشتن به اوباما، گفتن چی گفته همه اقتصادان موافقن، ما مخالفیم، دست به اقتصاد نذار، بذار دوره رکود طی بشه. در جواب اینها این ست نوبلیست هم توش بودن، در جواب اینها یه نامه 10 روز بعد نوشتن 200 اقتصاددان برتر دیگه و جواب دادن به اوباما که نخیر، ما خیلی وقتا حمایت میکنیم و کینزی عمل کنیم. از جمله ساموئلسون و سولو از بنیانگذاران مکتب نوکلاسیک در این امضا کنندگان بودن، یعنی اونجا 3 نوبلیست امضا، اینجا 6 نوبلیست از سیاست های کینزی حمایت کردن. بعد این آقای شیلر و اکرلافت این هم جفتشون نوبل دارن، کتاب انیمال اسپریت نوشتن از سیاست های کینزی حمایت کردن. این دو نفر هم نوبلیست، دوباره این آقای استیبلیس فری فال امریکا رو نوشت، آقای کروگمن این لیسانسش رو داشته فیزیک میکنه بعد رفت اقتصاد، آقای کروگمن محبوب ترین اقتصاددان در بین اقتصاددان های جهان، جامعه اقتصادی بیشتر همین نمیشتر اقتصاددان ها، آقای کروگمن این دیستبریشن دار نوشت، این نوبلیست هم دوباره حمایت کردن سیاست های کینزی و آقای اوباما سیاست های کینزی پیاده کرد. یعنی سیاست کینزی برخلاف اونی که در ایران گفته میشه اقتصاد دولتی نیست، اگه اقتصاد اوباما اقتصاد دولتی بود. یعنی هر دو مکتب میگن بخش خصوصی باید بسیار قوی باشه، تفاوتشون در اینه که در رکود دولت انبساطی عمل کنه یا نه. خب آقای اوباما بالاخره لایحه نجات اقتصادیشو نوشت، American Recovery and Reinvestment Act، و در طی 8 سال تونست بیکاری از 11% بیاره به 5.5 یا همچین چیزایی، تحویل آقای چیز داره ترامپ. مثل که این چیزی که الان میگم ترامپ، این اقتصاد مثل کشتی، یعنی شما یه تغییرش میده، اینجوری نیست که فردا عوض شد، این روند نزولی بود و این در واقع محصول کار اوباما بود. حالا در این دعواها آقای در بین این دعواها این دوتا اقتصاد ها خیلی عجب این دوتا نوبلیست گفتم که لایحه تحریکی آقای اوباما وقتی میخواد بخش خصوصی کمک کنه تحریکش کنه باید خیلی بزرگ بشه، وگرنه نمیتونه اقتصاد نشه. ما اومدیم این ادعا رو مورد تحلیل قرار دادیم که در ادامه میگیم. حالا سوال اینه که فیزیک چی میتونه راجع به اقتصاد بگه؟
حالا فیزیک یا سیستم های پیچیده اونا لزوما فیزیک اینه در قرن من اینجا دیگه قطع نستم متن رو بزنم فقط عکس مجید کشم در قرن 18 میلادی انقلاب فرانسه رخ داد و آقای ناپلئون ظهور کرد و جنگ های اروپا این آقای سادیکارنو آقای سادیکارنو یک جوانی بود این پدرش اینم بیگی خودش یک جورای مهندس جنگ بود پدرش یه ریاضیدان بود و از فرماندهان جنگ چیز جنگی فرماندهان ارتش انقلابی فرانسه شد و از دست مثلا فرماندهان آقای ناپلئون این برادرزادشه که نوه باباش بود مثلا این میشه که اینم بعدا رئیس جمهور فرانسه شد و خلاصا از خانواده جالب بود آقای کارنو گفتش که اوکی اگر ما بخوایم ناپلئون بخواد جنگ رو ببره رازش در اینه که ما بتونیم دست چیز لوکوموتیو یا ماشین بخار رو بهینه کنیم چون تازه ماشین بخار اختراع شد اگر ما بتونیم ماشین بخار رو بهینه کنیم در فرانسه میتونیم اقتصاد رو تکون بدیم در جان کارهای بکنیم جا به جایی سریع کنیم و هم مقامش رو گذاشت آقای کارنو برای اینکه چیز کنه ماشین های بخار بهبود ببخش آقای نیوتون قوانین مکانیک حرکت رو 100 سال پیش بنیان گذاشته بود یه بخار چیه؟ یه سری مولکول هم که اینها حرکت که میکنن یه فرمول ساده دارن انرژی هست ام وی دو یک دومه ام وی دو سرعت توانه اینا دور رو هم که جمع بشن میتونه این ماشین حرکت بدن این ماشین هم میخواد بشه چی؟ یک دومه ام وی دو یعنی این انرژی جنبشی شما میخواید تبدیل کنید به این انرژی جنبشی انرژی جنبشی در مقیاس خرد میشه گرما انرژی جنبشی در مقیاس کلان یعنی وقتی همه اینا هم جهت بشن میشه حرکت ماشین تمام دغدغه آقای کارنو این بود که یک دومه ام وی دو رو برای تعداد زیاد ذره ببره به یک دومه ام وی دو برای یه ماشین خب این فرمولش به ظاهر ساده است یک دومه ام وی دو آقای نیوتن 100 سال قبل بود ولی این تلاش 300 سال طول کشید تا ما بفهمیم چه رابطه ای بین یک دوم ام وی دو در اینجا و یک دوم اینجا اینجا هست اصلا بدیهی نیست که شما رابطه بین خرد و کلان رو بفهمید وقتی شما از خرد میاد به کلان همه حرف کامپلکس سیستم اینه میگه شما وقتی از خرد میاد به کلان این سری شاید اصلا موجود جدید ظهور کنه که شما برای توصیف سیستم مجبور باشی اصلا سری جدید تعریف کنی برای اینها فقط یک دوم ام وی دو وجود داره ولی وقتی میخوایم مجموعه این مولکول‌ها توی گاز بررسی کنیم باید یه پارامتر جدید تعریف کنی به نام دما اصلا نباشه نمیتونیم سیستم رو توصیفش کنیم یه پارامتر جدید باید تعریف کنیم به نام فشار یه پارامتر جدید باید تعریف کنیم به نام پتانسیل شیمیایی اصلا اینا نیوتن روحش هم خبر نداشت اون یک دوم ام وی دو وقتی تعداد زیاد شد اسمش وجود به نام پتانسیل شیمیایی یه سری تعریف کنیم آنتروپی این یه درس برای ما فیزیکدان‌ها که برای کلی علوم که اصلا وقتی شما یه تعداد زیادی ذره داری کنار هم یه چیز ساده انرژی جنبشی در مقیاس خرد انرژی جنبشی در مقیاس کلان اصلا این ساده نیست که فهمی رابطه این دوتا چیه آقای کارنو علم ترمودینامیک بنیان گذاشت و خیلی با این آدم خوشحالم علم ترمودینامیک یک تنهایی بنیان گذاشت که بالاخره به آقای ناپلئون کمک کنه و در 300 سالگی غلطه رو مرض چی گرفت مرد؟ سرطان نه سرطان نبود یکی از این مرضای عفونی بود نمیدونم با هیچی اینجا یکی اینا رو گرفت و مرد ولی خب این رو بنیان گذاشت و غلطه یه کارایی کرد این رو بنیان گذاشت ولی بعداً طول کشید یعنی در قرن 19 هم آقایون کلوین، آقای سیلسیوس، آقای خیلی آدم های زیاده جول کمک کردن ما این موضوع رو بفهمیم در قرن 20 یعنی اواخر قرن 19 هم اواخر قرن 20 هم بودیم ما فهمیدیم نظر جنبش گاز های خودمون و مکانیک آماری حتی یه سی از دار ما دهه 70 میلادی فهمیدیم یعنی 300 سال حداقل تو بیسیم ما درک درست بودیم تمام حرف اقتصاد پیچیدگی و سیستم های پیچیده همین یه از خورد به کلان اصلا اینقدر بدیهی نیست رابطه شده آقای
این آقای اندرسون، این هم آقای نوبل داره، بسیار در فیزیکدان بزرگیه، بزرگترین فیزیکدان های زنده است و آقای اندرسون یه مقاله نوشت تو ساینس به نام More is different، بیشتر متفاوت است. یعنی همین حرف که وقتی تعداد زیادی میذاری کنار هم میذاری، این یه موشن موجود جدید میشه، اینه دیگه نمیشه. نگاه کلاسیک اینجوری بود که آقای مولانا یک داستانی داده، یک فیل یا مردم شب میخواستن برن ببینن، هر کسی رفت یه جای فیل رو شناخت و گفت فیل پای فیل چیه. نگاه کلاسیک این بود که شما اگر میخوایی موجودی رو بشنسی کتبه که اجزاش رو بشنسی. نگاه جدید علم این نیست. نگاه جدید علم که اقتصاد چیه سیستم های پیچیده میگه اینه که دیگه نخیر. نه نگاه جدید هم در کل علم در گروه کرده برخورد با سیستم های بستر رایی نه در گروه کرده با سیستم های بستر رایی شما وقتی از خورد میخواید بیاید به کلان یه دفعه چیزای جدیدی ظهور میکنه که اصلا فکرش نمیکرد. این نورون ها توی مغز خیلی فانکشن ساده داره. این نورون ها در مغز یه فانکشنش دو نورون ها در مغز یه فانکشنش نورون ها یه فایشن ساله دارن. اگر یه حدی بیشتر از نورون هایی یه فایر به فایر آتش شلیک بگیرن اینا شلیک یه فایر ساده. وقتی این به نورون در مقیاس خورد نگاه کنیم که خب این داره هرچی فایر میگه فایر میشه همین یه تعداد نورون آتش میشه بزنه آتش میشه. ولی وقتی این رو میذاریم کنار هم یه دفعه مغز تشکیل میشه یه موجود هوشمند، یه ببر میتونه بره شکار کنه، تحلیل کنه دنیا رو. اصلا هوش درش ظاهرا نیست. این خورد که میاد به کلان دیگه اصلا یه دفعه ماهیت ممکنه کلا عوض بشه. این نگاه کلاسیک که بیا اجزا رو بشناسیم که جزء رو بشناسیم که کل رو بشناسیم اجزا رو بشناسیم اینه این سایت این قبول نداره. این نگاه سیستم پیچیده و میگه آقا برای این موجود ساده اینقدر طول کشه. شما مولکول‌های آب رو میذارید کنار هم توی بخار آب یه تابع ریاضی ساده است. یعنی هم که دور میشن به هم نزدیک میشن همه جا خوشرفت داره، همه جا مشتق پذیره. ولی مولکول‌های یک مول آب کنار هم میذارید ظرفیت گرماییش در نقطه بحرانی سینگولار میشه، بی نهایت میشه. یه تابع خوشرفتار ریاضی دفعش دوباره بی تابع بدرفتار ظهور میکنه. همه حرف کامپلکس سیستم اینه. یه از خورد به کلان بسیار ماجرا پیچیده تر. و این که صندوق بین‌المللی پول این همه نصیحت در جهان سوم و هیچ موفقیتی نداشته شاید به این دلیله که اقتصاد کلان در ایران و آمریکا خیلی فرق داره. بعد حالا توی اقتصاد یه آدم آقایی به نام آرتور اومد رفت توی مکزیکو اینستیتوی سانتافه تو مینیو مکزیکو. این میخواست بره یه بار ایلندی و یه چیزی کشفی کرد به نام مینوریتی گیم و نظریات اقتصاد نظریات رو گیم تیوری اقتصاد به چالش کشید. این آدم ها تو اقتصاد توی ایتالیا اومدن یه کتاب نوشتن راجع به اقتصاد این پیچیدگی و میگن که فرق اقتصاد خرد و کلان در دانشگاه اقتصاد در اینه که اقتصاد خرد یک شنبه ها تدریس میشه، اقتصاد کلان سه شنبه ها. فرقی با هم نداره. مثلا شما گازها رو کاری که نیوتونی ها همون میگه یه صد میلیون تا گاز رفتاره میشه یه میلیون گاز رفتاره یه اتم رفتاره صد. ماجرا از همین اول کاری مشکل ما با اقتصاد مینستریم از همین اول شروع میشه. آقای کینز میگه یه آدم اینجوری مصرف میکنه 80 میلیون آدم میشه این رفتاره 80 میلیون. این که خیلی غلطه. بعد ما خلاصه یک اختلاف نظری با یعنی ما این نظرم کنونه که طرفتر از صدق پیشیده بیاد یک اختلاف نظری با این اتفاقای رفتار جمعی با چیز دارن. این ماجرای رفتار جمعی پر خیلی جا جده شده کلی موارد را جده شد. ما یک اختلاف جدی با اقتصاددان های
کلاسیک یا کلاسیک منظورم هم چیز هم فریدمن داریم حتی اشتراک زیاد داریم خلاف این هر بیهیویر که هم در حیوانات تو دیده میشه هم برای مشکلات بورس دیده شده این اسکول آف نیو اکنومیک تینکینگ در نیویورک از این کارا زیاد میکنه آقای چند تا نوبلیست توش هستن این سانتافه اینستیتیوت کارای کارفای پیچیدگی میکنه این خانم تیزیانا دی ماتئو اولین کرسی اکونوفیزیکس رو در کجا گرفتیم؟ کجای لندن کینگز کالج اولین کرسی اکونوفیزیک کرسی تعریف ما فیزیک اقتصاد حالا ما چه کار کردیم؟ ما این دو نفر گفته بودن که آمریکا اگر میخواد اقتصاد رو از رکود خارج کنه باید یک تحریک بزرگ بزنه یه اقتصاددانی اومده بود گفته بود که کارخونه ها مثل دو قطبی های مغناطیسی هستن یعنی اگر فرض کنیم دو قطبی به سمت بالا باشه مثل حالتیه که کارخونه داره با تولید ظرفیت بالا تولید میکنه یه آقایی در اومد گفت که کارخونه ها وقتی به سمت تولیدشون زیاد باشه مثل دو قطبی مغناطیسی هست دو قطبی مغناطیسی در فرمانوس اگر این بالا باشه دوست داره همسایش هم به سمت بالا بره گوه ولی یه کارخونه ظرفیت تولیدشی بره با تو ظرفیت بالا تولید کنه دوست داره تولید بره بالا همسایش هم تولید بره بالا چون که هم دیگه معامله میکنه دیگه این جنس اون رو میخره اگر یه کارخونه تولید بیاره پایین مثل یه دو قطبی مغناطیسی به همسایش نیرو وارد میکنه که تولیدش بیاره پایین ما این مدل رو گرفتیم و یه سری کار ریاضی کردیم و قصه دعوای کینز و فریدمن اینجاست ببینید اگر هم شما تولید همه تولید رو بیارم پایین اوکی اگر همه تو در رکود همه تولید رو بیارم بالا اقتصاد خوب میشه ما همه هم شروع کنیم الان خونه رو بخریم با وام و هرچی که میتونیم بعد اون کارمنده بره یه کار دیگه بکنه اقتصاد به جریان میفته ولی اگر من تنهایی برم این کارو بکنم من بازندم من برم وام بگیرم خونه بخرم بعد اقتصاد راه نیافته مثلا تلویزیون اصلا بفروشم بازندم یه نفر به تنهایی بعد بازنده است ولی اگر همه این کارو کنم برنده است از لحاظ فیزیکی اینجوریه که یه موجودی توی این مینیمم اگر بیاد اینجا خیلی خوبه ولی مسئله اینه که به این سادگی نمیشه از اینجا اومد اینجا باید یه جایی بعد یه کار بدی بکنه یعنی کار سختی بکنه این کار سخته رو آقای کینز میگه دولت بکنه یه دولت نمودار رو باید اینجوری کنه همه حرف کینز اینه ما آمدیم یه کار ریاضی با این کردیم مثل شبیه سازی آقای کینز میگه آره شما بالاخره اگه دولت کاری نکنه اقتصاد داره فیلمنی درست میگه بالاخره ما از این نقطه میفتیم تو این نقطه این the long run در دراز مدت ولی آقای کینز میگه چی؟ In the long run we are all dead در long run ما همه مردیم مثلا الان 20 سال دیگه اصلا خوب بشه به درد ما نمیخوره و یه همچین بلاهایی نباید تو اقتصاد ما آمدیم یه شبیه سازی کردیم و یه کارایی کردیم و نشون دادیم که حرف آقای اون دو تا نوبلیسته درسته در اقتصاد نشون دادیم که اگر در اقتصاد ما در رکود باشیم برای اینکه کشور رو از رکود در بیاریم لایحه نجات اقتصادی بعد از یه رابطه بین گپ تولید در رکود و در رونق داشته باشه و مشابه سازی ما نشون داد که آمریکا برای اقتصاد نجات اقتصادیش 630 میلیون دلار لازم داشت پیشنهاد اوباما 650 میلیون میلیارد دلار یعنی اوباما یه ذره مینیمومی که ما پیشنهاد کرده بودیم بیشتر پول داده و تونست نجات اقتصاد آمریکا نجات بده اروپا خیلی از مینیموم شبیه سازی ما کمتر کار کرده بود و نتونست از رکود خارج بشه و داره تجزیه میشه از این حرف حتی الان شاید بشه ولی بعد 20 سال بعد 15 سال فایده نداره و یه سری چیزای دیگه نشون دادیم یه گلدن تایم پسیش پیدا کردیم نشون دادیم که وقتی اقتصاد دقیقا وارد رکود میشه یه پنجره شش ماهه طلایی هست که اگر دولت تو اون پنجره اقتصاد بخواد نجات بده خیلی سریعتر میتونه یه کار دیگه کردیم دعوا سر این بود که اتینا تازه هم داریم صاحب میکنیم دعوا سر این بود که اوباما آیا باید شورلت در حال ورشکستگی نجات بده یا نه ما این سوال رو مطرح کردیم که در مورد رکود دولت بهتره کمپانی های بزرگ رو تهدید کنه یا کمپانی کوچیک رو شورلت که داشت ورشکست میشده نجات بده یا کمپانی کوچیک رو شبیه سازی ما نشون میده که ظاهرا اگه ما سراغ کمپانی بزرگ بریم با بودجه کمتری میتونیم اقتصاد نجات بدیم دوباره از کارهای دیگه ای که کردیم
بیکاری و تورم با تکنیک‌های کامپلکس سیستم بررسی کردیم. یک کار دیگه این بود که بورس آمریکا رو مورد بررسی قرار دادیم، دیدیم ساختار شبکه‌ای در زمان رکود ساختارش فرق داره. خلاصه ابزارهای سیستم پیچیده خیلی میتونه اقتصاد کمک کنه. این کاری که من با این اقتصاددان ایتالیایی نوشتم نشون در اقتصادی زیر شبیه فشار و دما وجود داره و یه قصه های اینجوری. این یک کاری دیگه است که نشون دادیم اقتصاد یک نگاه چیز باید داشته باشیم بهش، هندسی و پیش بینی داره، پیش بینی میکنه که چین قبل از اینکه ما فکر کنیم اقتصاد آمریکا رو پشت سر میذاره. و سوال این بود که آیا ایران هم میشه با یه لایحه نجات اقتصادی رو خود خارج کرد؟ ما مشابه سازیم و عدد 30 میلیارد دلار در میورد، ولی یه کاری آنالیز دیگه کردیم این نظر اسمی که نخیر اقتصاد ایران علی بیماری رنج میداره و این بیماری با 30 میلیارد دلار اینا حل نمیشه. بیماری چیه؟ بیماری اینه که این لوگاریتم قیمت مسکنه از سال 1370 تا 95. مسکن یه ساله میره بالا، مثلا امسال و پارسال یه دفعه در از دو سال کلی میره بالا، بعد 3-4 سال رکود داره، دوباره میره بالا، رکود دوباره میره بالا، رکود. این رکود اخیر خیلی طول کشیده و من پارسال یه مقاله برای آذر ماه توی جهان صنعت چاپ کردم، اونجا گفتم که ما وارد یه فاز بیمارگونه از اقتصاد شدیم. اونجا پیش بینی کردم که رونق مسکنی که پیش در آینده خواهیم داشت، این رونق مسکن از همه رونقایی که ما در گذشته داشتیم ضعیف‌تر خواهد بود. همینطور هم شد. یعنی الان رونق مسکن اومده ولی ساخت و سازی صورت نگرفته. تمام کارخانه‌های سنگ‌بری خوابیدن هنوز، تمام کارخانه‌های سیمان نصفشون خوابیدن. یعنی پیش عدل داده من در آوردم که این اقتصاد در رونق بعدی ما وارد فاز بیماری شدیم و بیماری دراز مدت. این بیماری چیه؟ این قیمت مسکن هی میره بالا، ولی خب در اقتصاد شما باید با تورم بسنج، یعنی قیمت مسکن میره بالا یه پول بیارزش شده، باید اینو با ارزش واقعی ریال نگاه کنید. با ارزش واقعی ریال نگاه کنید ببینید که از سال 1970 تا سال 1980 مسکن واقعا گرون نمیشه، این ارزش پول ثابت نگه داشتن، همه سه با ریال سال 1984 سنج. ولی از سال 1380 مسکن به طور واقعی گرون شده، یعنی بیش از ارزش پول در تهران گرون شده. این نمودار پیدا نیست ها؟ بچه ببینید این نمودار، این سبزه که نمیبینید قیمت مسکنه، این حاویه نسبت اجاره به خرید، یعنی اینکه برای 100 میلیون تومان آپارتمان شما چقدر باید اجاره بدید. این داده های آمار، سازمان آمار. اینه من نمودارش کشیدم، اینم تو همون روزنامه چاپ شد. ببینید من اولا نشون دادم که این نسبت اجاره به خرید به ما میگه که کی رونق مسکن شروع خواهد شد. هر وقت چند دقیقه؟ خب ببینید من نسبت اجاره به خرید رو بیشتر بدونم. من نشون دادم که نگاه کردم هر وقت که نسبت اجاره به خرید میرسه یه عدلی عدد میانگین. ببینید اینجا اجاره تقسیم برای خرید داریم، یعنی برای هر 100 میلیون تومان چقدر باید اجاره داریم. اینجا 470,000 تومان باید میدادیم، این سال باید 500 تومان برای 100 میلیون میدادیم. اینجا اجاره برای 100 میلیون 350,000 تومان. این نمودار به شما میگه کی رونق شروع خواهد شد. هر وقت نسبت اجاره به خرید میرسه به میانگین تاریخش، سال بعد رونق شروع میشه. چرا؟ برای اینکه شما برای هر 100 میلیون تومان میخوای اجاره بدی، هر وقت این دیگه زیاد میشه مردم میگن بابا چقدر اجاره بدی، میرن با وام و هر چیزی دارن شروع میکنن خونه خریدن، دوره رونق شروع میشه، مسکن خیلی گرون میشه. مسکن مثل اجاره نیست، اجاره سالانه گرون میشه، مسکن 3-4 سال گرون میشه، 3-4 سال، 2 سال گرون میشه، 3 سال راکده. اون دو سالی که راکده مسکن تکون نمیخوره، ولی اجاره مسکن خیلی تو اون دو سال اول خیلی میره بالا، وقتی اینو میشه نسبت اجاره به خرید میفته پایین، دو سه سال میکشه. هر وقت این نمودار آبی، حالا اینو خاصی تو فایل دارم، این نمودار آبی داشت میرسید به اینجا رونق شروع شده. تمام این سالها توی 10 سال اخیر این اتفاق نیفتاده، نسبت اجاره به خرید اومده بالای نرخ تاریخیش تا مسکن در
رکود مونده. البته اینجا داشت میرسید به نرخ اورست. پارسال با هر کی از این اقتصاددان مسکن صحبت میکردن گفتن امسال رونق داشتیم، میگفتن شمایلی داریم ولی شاید رونق بشه رونق نشه. من پارسال یه مصاحبه با هفته من دوست داشتم برج سه، گفتم به زودی قیمت مسکن با تکون خواهد خورد رونق. گفت چرا اینقدر محکم میگی؟ گفتم برای اینکه این نسبت دیگه داره غیر قابل تحمل میشه، یعنی اجاره ها به هر 100 میلیون شده 600 هزار تومان و دقیقا دو ماه بعد مسکن راه افتاد. حالا چرا اینجوری شده؟ چرا الان این اجاره ها اینقدر گرون شده ولی هنوز رونق را نیفتاده؟ حالا این 3-5 سال گذشته چه اتفاقی با مسکن تهران افتاد که رویه تاریخیش تو 10 سال اخیر کنار گذاشت؟ مسئله از این قراره که اینجا این قسمت هستش سهم اجاره در سبد خانوار مردم تهران. این سهم اجاره در سبد خانوار مردم تهران سالها 30% یعنی یه آدم خانوار تهرانی 30% درآمدش میده برای اجاره. اگر فرض کنیم 30%ش میده برای هزینه های دیگه، 30% میتونست پس انداز کنه برای مسکن. با قیمتی که اون موقع آپارتمان بود اگه داده ها رو بگیرید قیمتش بعد از 15 سال میتونه با این پس انداز یه آپارتمان بخره، یه آدم خانواده بخانه بعد 15 سال پس انداز میتونست یه آپارتمان بخره. الان اتفاقی که در این 10 سال اخیر افتاده اینقدر اجاره در تهران گرون شده که سهم اجاره در سبد خانوار شده 50%. یعنی الان یه خانوار تهرانی 50% میده اجاره. اگه 1/3 هزینه‌های روزمره کنه 1/6 مالش میتونه پس انداز کنه. با قیمت‌های الان آپارتمان 60 سال میکشه یه آدمی که از صفر شروع کرده بتونه آپارتمان بخره. یه خانوار با درآمد اینا نمیام دقیقا عدد داره، این نه درآمد سر خانوار. این ماجرا از چه قراره؟ ببینید این نمودار فرضی تابع توزیع آدم‌های بیخونه است. یعنی فرض کن 500 هزار نفر آدمی هستن که 5 میلیون تومان سرمایه دارن، مثلا یه تعدادی کمتر 100 میلیون، یه تعدادی کمتر 100 میلیون، 300 هزار نفر هستن که 300 میلیون سرمایه دارن. این قرمزی نمودار ثروت آدم هایی که خانه دارن. تعداد خب خانه دارها معمولا باید بالای 200-300 میلیون سرمایه داشته باشن، این در صفره. یعنی اینا تعداد آدم هایی که سرمایه 400 میلیون، 500 میلیون، 600 میلیون دارن، این در تعداد آدم هایی که سرمایه 0 50 100 150 میلیون دارن. قبلا ها یه چیزی اینجوری بوده. الان چی داره میشه؟ ما داریم به سمت این نمودار، یعنی این بیخونه ها نمیتونن پس انداز کنن به تدریج به 300 میلیون برسن که بتونن آپارتمان بخرن. با خونه ها سالی 2% مسکن داره هنوز از تورم گرونتر میشه. یعنی این قرمزا سوار یه قطاری هم که با سالی 2% داره به سمت راست بوده. یعنی تهران داره تبدیل میشه به دو قشر بیخانمان، بیخانه، اجاره نشین و خانه دار. این پیشبینی اونو من پارسال نمیشتم. الان آماراش اومده که میگن آره تهرانی ها 25%شون قبلا هم 25% اجاره نشین بوده، الان 40%. یعنی تهران داره به دو دسته بیخانه و با خانه میشه و این نمودارا نشون میده این بیخانه ها که حالا یک عکس پسندازی داشته باشن آره، وگرنه به طور معمول یه خانه بیخانه در تهران بیخانه خانوار بیخانه در تهران دیگه نمیتونه خانه دار باشه. مثلا میشن اقتصاد یخ زده. این دوچار مشکلات ساختاری شده اقتصاد ما و ما حالا من دارم یه کتاب می‌نویسم، تو این کتاب دارم راه حل‌های ارائه میدم که یعنی خیلی دقیق آنالیز کردم چی شد که مسکن ایران به این مشکل فرو رفت. راجع به سیاست‌های پولی نوشتم اشتباهاتی که دولت قبلی و آقای زمان خاتمی شروع شد، اشتباهات آقای احمدی نژاد، اشتباهات آقای روحانی، دولت اول روحانی، دولت دوم روحانی. برخلاف تصور دولت دوم روحانی خیلی بهتر عمل کرده. این حرفو که میزنه آقای اصلاً برای اقتصاد ما خوب نیستن. من نمیدونم این تیم خوبه و در جفتشون اشتباهاتی داشتن، در جفتشون نقاط مثبت و منفی داشتن، ولی خیلی اون تیم بسیار بد عمل کرد، این تیم بهتر عمل کرده و حالا دارم بررسی من. این متاسفانه این نمودارش آماده نشد. توی این من نشوندم چه بلای سر دلار اومده، حالا این رو دیگه در چیزایی که روی اینترنت میذارم. یه کتاب رو من دارم می‌نویسم، یه کتاب اینو من
کار دو سه سال تحلیله و چیزای جالب رو توی اقتصاد ایران نوشتم، خیلی ها شیچه گفته نشده چرا اقتصاد ما با دوشاری مشکلات بیمارگونه شد و دارم یه دونه چیز میزم، یه دونه کانال تلگرامی و این چیزا درست میکنم، بعدا به اطلاعات میرسونم. توییتر اگه توییتر دارید عرض بشید که اگر ندارتون درست بود کمک کنید. این جریان شد در اقتصاد ایران سخت یک حرفی رو به مگوش مردم رسندن چون خیلی اصلاحی دارد. حتی باید تو جمعرسی زیاد مقایه، ولی خب باز این قصار اصلاحی چیزی بود. و دو تا سوال جواب بدید. شما اینو رفتیم بسی چی پرس بود؟ حسن هم باشید یا سوال هم سریع بپرسم. این که ما ارز رو میرفت، دلار که قیمتش داشت میرفت بالا، دولت اومد که ارزی رو تعریف کرد به صورت مصرفی 4200 تومن رو داد. میخواستم این رو تحلیلش رو از زبان ببینید. آقا ارز چند تا مشکل داره، من اینکه مدل آخرم نشون میده. ببینید ارز الان دو تا مشکل داره. یه ارز، اولا ارز باید با تورم میرفت بالا، یه اشتباهی خب اینش میگم بیماری هلندی. درآمد نفتی ما که بالا بود ارز رو پایین نگه داشتیم، باعث شدیم کمپانی داخلی ورشکست بشن. حالا دیگه نفت نداریم، نه اون کمپانی رو داریم. یعنی پژو قبل از رونق نفتی 80% ایرانی بود، الان نه اون کارخونه قطعه‌ساز رو داریم نه دارن نفتی رو داریم. این اتفاق در جهان شناخته شده است. بهش میگن بیماری هلندی. متأسفانه در کشور ما این چیزا به گوش این حرف شنوایی نداره، ولی یه بیماری اون بود که یک اشتباه 15 ساله بود. خب یه بیماری داشتیم که زمان 5 سال اخیر نقدینگی خیلی در بانک‌ها زیاد شد، این در زمان اون آقای طیب نیا رخ داد که الان میگن که گذاشت بانک ها نقدینه تولید کنند و این یه بومیه که در بانک ها هست هنوز آزاد نشده. این دلاری که شما الان میبینید یه بخشش اقتصادیه، بخش بزرگترش سیاسی اجتماعیه. یعنی دلار جهش اولش بعد از اتفاقات دیما شروع کرد، چون از 4000 تومن شروع کرد بره بالا رو افرو 5000 تومن. من همونجا یه مقاله تجارت فردا چاپ کردم، به دولت گفتم آقا دلار نگیرید پایین، بازم میره بالاتر، بذارید دلاراتون بمونه آروم آروم به تو بازار شوک وارد نشه. یه روز دلار نداری، تو یه روز دلار 2000 تومن رو بالا، مردم اعصابشون خرد میشه دیگه، بله سرمون اومد. و در عید وقتی جان بولتون انتخاب شد، دقیقاً ما جهش بعدی داشتیم که دلار رفت رو 5700. وقتی آقای ترامپ از برجام رفت بیرون، ما جهش بعدی داشتیم، دلار رفت رو 8500 تومن. جهش بعدی وقتی تهدیدات بین ایران و آمریکا رد و بدل شد، یعنی این دلار تا 7000 تومنش دلایل اقتصادی داره. بالای 7000 تومنش این عدم امنیت اجتماعی سیاسی که پولدارا پیدا کردن و همینجوری دارن دلار میخرن میارن بیرون. نه پولدارا، قشر متوسط حالا شروع کردن مثلا برن گرجستان. این دلایل داره. حالا دولت چیکار میتونست بکنه؟ خیلی کار اجتماعی کرد که مثلا این 4200 تومن داد به مسافرا. سفر یه چیز لاجریه، دلار رو باید نگه می‌داشت. این درسته، دولت فعلاً باید 4200 برای غذا و دارو نگه داره، چون یه عده میخوان دلار بخرن برن بیرون سرمایه گذاری کنن، حق دارن، ولی اولویتیه که ما غذا و دارو. ولی باز مشکلات پیش خواهد اومد، چون قاچاق دارو و غذا خواهیم داشت به خارج. ولی چاره این است، این دلار یه اشتباهایی بود که میگم راجع به دلار 4200 در ذات اعلام دلار دو نرخی اشتباه بود، ولی چاره ای هم نبود. یعنی باید برای خیلی زیاد نمیذاشتن، یعنی برای موبایل باید دلار آزاد بشه، چون موبایل خیلی فساد توش راحت بشه. شما 10 میلیون دلار وارد تو مرز کردستان خارج شد، دلار نمیشه روش سوبسید داد. رو موبایل، روی مسافر خارجی اشتباه بود. الان این بسته جدید دسته بهتری. میگم ما در این اینکه باید کمی سعی کنیم اقتصاد درست کنیم، الان نمیتونیم، یعنی باید الان نه طبقات ضعیف، طبقات متوسط هم شکننده شدن و باید دلار 4200 برای غذا و دارو حفظ بشه.
حالا یک سال دو سال دیگه کم کم ببر اونم به نرخ یه کمی نزدیک‌ترش تا نرخ واقعی. سوالی نیست. حالا ایران چه راهکارهایی در صورت مختصر می‌تونید بدید که ببینید من اینو توی یک کتاب دارم می‌نویسم. ببینید خب خیلی مشکلات داریم ما. یه سریش مشکلات سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت، یه سری سیاست‌گذاری بلندمدته. خب حالا تا اونجایی که من می‌تونستم با نگاه خودم آنالیز کنم توی کتاب نوشتم. مشکل مسکن یکی از اصلی ترین مشکلات در تهران و مشکل مسکن هم من اونجا نشیاری کردم، توضیح دادم که حالا از کجا شروع شد. میدم کار یعنی جواب سوال اینجوری نمیشه داد، یعنی چه کتابی من دارم توش توضیح میدم چرا به این دلیل مثلا دارم فصل فصل، ولی مسکن راه حلش حالا باید راه حله واسه مسکن پیشنهاد دادم. سیاست های انبساطی هم توش نوشتم، بانک ها را همه میدونن باید یه جوری حل بشه. مثل این مشکلات رو میگم کتا هم دارم، ولی برخلاف تصور ما، ما الان باید باشه بحران میشیم، اقتصاد این دلار شده بالا. این از نظر روانی همه رو پریشان کرد این دلار باز. اگر ایران با اروپا به تفاهم برسه و بتونه کماکان حالا حداقل یه میلیون بشه، یک و نیم میلیون بشه که نفت صادر کنه، برخلاف تصور ما این دلار گرونه خوب خواهد بود، یعنی بیکاری کمتر خواهد شد. چون که دیگه این وقتی موبایل از کره میاد ما میگیم تکنولوژی، ولی وقتی این پیرهن اینکه مادر بزرگای ما یک تاریخ میدوختن از چین میاد، مشکل سیاست گذاری اقتصادی، مشکل کشور ما سیاست گذاری اقتصادی، نه دانش و تکنولوژی. این یه دانه میگم دانشگاه فلان، این حرف بیگرایی، چون دانشگاه هایتک میخوان درست کنن، ما لوتکمون داره وارد میشه. با دلار گرون به خلاف تصور اقتصادی خودروها راه خواهد افتاد، یه سری چیزا راه خواهد افتاد برای ما، یه واقعا از بحران الان حالمون بهتر خواهد شد اگر زنده بمونیم. مشکلات اجتماعی داره اینقدر زیاد میشه این بحران، اگر خروج سرمایه از این بیشتر بشه نه نمیدونم، این الان فعلا در واقع به خود بحران.